با تشکر فراوان از ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان عزیز ما و یک تشکر خاص از رهبر ارکستر و بنیانگذار اینستیتوت موسیقی افغانستان دکتر ناصر سرمست. هموطنان عزیز، برنامه امشب ما جشن است، جوش است، عشق است و جلوه است. آرزو میکنم که ستاره محبوبتان کسی را که دوست دارین مقام طلایی را از آن خود کنه. سال نو شما هموطنان عزیز با یک وقفه کوتاه تبریک میگم. خوش آمدین بیننده عزیز. مرحله نهایی جشنواره هفتم ستاره افغان است. اینجا جشن ترانه و ترنم ستاره های افغان است. همیشه میگن که با یک گل بهار نمیشه، اما در برنامه امشب من یک همکارم دارم و این همکارم گل است که با دیدنش من مطمئن استم که از طریق پرده های تلویزیون تا آخرین لحظه برنامه و با دیدنش بهار عاشقانه نفس میکشین. کف بزنین، مژده جمالزاده میایه. امید جان سلام. تشکر، تشکر. دیر شده بود که یک کلمه را نشنیده بودیم. حالا ما براتون میگم مژده جان. واو واو، خوش آمدی مژده عزیز. سال نوت مبارک و بسیار زیاد خوشحال هستیم. از 12 بهترین تا امروز انتظارت عاشقانه میکشیدیم، مگر بسیار ناوخت نکردین؟ اول یک سلام سبز مثل تراوت بهار تقدیم همه شما. دیگه خدا کنه که سال نو شما پر از گل و گندم باشد. و امید جان، من منتظر از این بودم که چی وقت مرا دعوت میکنی در برنامه. هر قدر که به شماری تماس گرفتیم میگفت که مژده جمالزاده خارج از ساحه سفر کرده. بالاخره در مرحله نهایی خودتا پیدا کردیم. عالم، دیر نشده. مایی را که هر وقت از او بکشی میموره. خب امید جان، من خب از روی ستیج دور بودم، اما برنامه را سیل میکردم. برنامه بسیار جالب بودم سال. میخواییم بفهمم که شما به کی رای میدادین؟ مژده جان، در افغانستان یک مطل است، میگن راز مردا پوشیده است. خود مژده جمالزاده به کی رای میده؟ و همچنان شما میفهمین که دخترا دل بسیار صاف داره، نمیخواد که کسی آزرده شوه. از خاطر نمیگم. و حال نوبت از این رسیده که ما مهمانای بعدی خود روی استیج دعوت کنیم. حال یک تیم بانوای جوان روی استیج میان و مثل پروانه ها به گرد بیرق زیبای افغانستان عطن میکنن. کف بزنین و تشویقشان کنین. Thank you.
تشکری وطنی از تیم اتن اطفال کوچک ما. همتان عزیز، ای بار سفر ستاره های جشنواره هفتم ستاره افغان تماشا میکنیم که در جشنواره امسال ستاره افغان از کجا آغاز کردند که بالاخره به مرحله نهایی را پیدا کردند. شش ماه پیش از امروز دروازه برای پرواز هنرجویان موسیقی باز شد. هزاران اشتراک کننده از سراسر افغانستان با امید رسیدن به شب طلایی، یعنی ستاره شدن در هفتمین جشنواره ستاره افغان. بسیاری از جوانان کشور می دانند که این تنها و کوتاه ترین راه رسیدن و اهداف والایشان در عرصه موسیقی است. اما این دوره از ستاره افغان تفاوت های زیاده با دوره های گذشته داشت. حضور بزرگان موسیقی کشور در جایگاه قاضی صدا. حضور ستاره هایی که نه تنها می خواندند بلکه می نواختند و ساختن بزرگترین استدیوی موسیقی در افغانستان. آره، تمام اینها برای این است که افغان ها لایق بهترین ها هستند. آخرین شب از هفتمین دوره ستاره افغان، شب پایانی. سفر ستاره های جشنواره هفتم ستاره افغان از مرحله ابتدایی الا مرحله نهایی تماشا کردین و حال نوبت گروه های موسیقی محلی ما رسیده. در برنامه امشب گروه ساز لوگری، لعل و لاجورد بدخشان، گروه هنری که همیشه و هر روز میتونیم در ولایت بهار تبریکی بتیم، همیشه بهار ننگرهار، و همچنان گروه موسیقی دنبوره قندوز زیبا آمده که روی استیج هستن و به نوبت می نوازن و به افتخارشان یک کف محکم بزنین. ما تدلو گار
تشکر میکنیم از گروه های موسیقی محلی. حال شما یک هفت میوه بخورین و ما میریم به یک وقفه.
با تشکر فراوان از ارکستر نوازنده های پنج طلایی ستاره افغان که به رهبری فرید رستگار میوزیک دایرکتر جشنواره امسال ستاره افغان یک پارچه اینسترومنتال بسیار زیبا و مقبول نواختن. و حال به این که تماشا کنیم که زندگی نامه رضا رضایی را که در ابتدا یک خیاط بود و امروز چقدر سر زبان است، یک پکیج کوتاه آماده است که با هم تماشا میکنیم. در افغانستان پهناور و در کابل زیبا دکان خیاطی بود که پسر به نام رضا در آنجا کار میکرد. برش میزد، اتو میکرد و حتی گاه اوقات جاروی به زمین میکشید. اما بیخبر از آیندهی که در انتظار او بود، بیخبر از روشنی به مثل طلوع آفتاب، آفتابی که گرمایش بیش از پیش زندگی رضا را گرم ساخت. ستاره افغان قبلا خرات عادی بودم، در مرور زمان در مرور روز بیشتر از 3 جوره لباس دوخته نمیترسم. حالا الحمدلله از روزی که دست برنامه صرف خانه آمدم مشتریم خوب شده، کاروبار من رونق پیدا کرده. برنامه ای که زندگی یک انسان را به آسمان ها میبرد، خواب ها را به حقیقت تبدیل میکند و انسان را به شهرت میرساند. مثال براتون بزنم، یک مثال بسیار خوب، در مثلا در یک فیلم ما سیاه لشکر بودم یک وقت دیگه، عالی الحمدلله دیگه نقش مرکزی رو در فیلم بازی میکنم. فکر میکنم رضا به مرحله پایانی ستاره افغان راه یافته و حالا مردم او را دوست دارند. بسیاری ها برای دیدن رضا لحظه شماری میکنند، عکس های او را به دیوار خانه هایشان آویزان می کنند و با دیدن رضا نام او را فریاد می زنند. این است ستاره افغان. چراغان کردم میایی، قد شمشاد را کچ کچ خرامان کردم میایی، به شام کاکلت مهتاب پنهان کردم میایی، به شام کاکلت مهتاب پنهان کردم میایی. عزیزم نمیدانم ز بلخی یا ز پامیر، دل از تو کشب و سیر، دل از تو کشب و سیر، دل از تو کشب و یک طرف زلف تو در یک سو، همه حسن و جمالت یک طرف زلف تو در یک سو، سه شیرینی دهانت یک طرف زلف تو در یک سو، سه سر تا پا و سالت یک طرف زلف تو در یک سو. عزیزم نمیدانم زی خست نگاه کجابی، بوتا شاخ نباتی، بوتا شاخ نباتی، بوتا شاخ نباتی، بوتا شاخ نباتی. اگر از دیگه بران رو یم روی تو می رنجد، اگر توصف گل پیشا برم روی تو می رنجد، اگر من را پسان بل زنم روی تو می رنجد، اگر عاشق بخوانم پیش را بوی تو می رنجد. عزیزم بگو از بس و دویا پانیانه، بوتا جارا نداری، بوتا جارا نداری، بوتا جارا نداری، بوتا جارا نداری. بالاخره رضایی بیرار در مقام تلایی خود بسیار زیاد نزدیک ساختی. یک ذره اگر ترسیده مالو میشه خدا خوشحال بگی. یک ذره خوشحال هستم امه جان، خوشحال هستم بسیار زیاد. مجده جان طرف قواره رضا یک دفعه سعی کن، قواره اولی را کشیده، قواره مقام اول را کشیده.
تشکر میزدانتان تشکر مگر همه چیز به دست هموطنهای عزیز ماست کلید موتر هم در دیگه به مردم است و تصمیم هم هموطنهای عزیز ما گرفتن رضا چی پیش بینی میکنی نتیجه برنامه امشبه؟ صد فیصد مست صد فیصد؟ حیاتو بله که از اگر که متین ارگوزایی بگیم تمام علاقه من داخل اطمینان خاطر دارم انشالله میگه من مجده جان دیدی میگه من 100% مطمئن هستم چی کنیم قبلن که بود 99.5% بود حال 100% است بیشک تست میگم خب 100% که اطمینان داری دیگه متین الکوزایی در اونجا پایایش سستی کده برو امور یک ذره عود رویش بزن تشکر از خودت رضا جان تشکر از خودت تنم تشکر و انال نوبت یک مهمان ویژه ما رسیده اما امی جان باید بانی که امدفعه من معرفی کنم چرا؟ مهمان ویژه را به کنام دلیل مجده جان میخوایی که اولی که یک دختر خانم است مهمان ما یک دختر خانم است و من خبر ندارم و دومی که یک دوست بسیار خوبم است و سومی که همشهری تام است از هرات باستانم است آل فامیدن کی است؟ نامش را یک جای میگیریم مجده جان یک هنرمنده که مثل خودش واره آوازش هم زیباست به افتخار غزل جان سادات از کمش بمیرم
چی واوه. گفتی که از غمت بمیریم. ای کیاسی خوشبخت که خودت از غمش میموری؟ من نفهمیدم خوشبخت است یا بدبخت. خوی یک آهنگ است. برای کس خو نخواندین تو مشخص؟ نه برای کس نخواندم. بسیار آهنگ مفروض. رضایی میگه کاش که غزل از غم من میمرد. ماتین الکوزای خوبان از غم کل افغانای عزیزم میمرم. غزل جان خودت طرفدار کی هستی؟ مصفره افغان. من خودم زیاد برنامه را ندیدم، یک چند قسمت از این برنامه را که دیدم طرفدار متین جان الکوزای. طرفدار متین جان الکوزای آمستی. رضایی گفت که من 100% اطمینان دارم که مقام اول را میگیرم. یک دفعه من میترسم که غزل جان نبازی در برنامه امشب. خب من فکر میکنم که هر کس امو استعداد خود داره، آواز به خصوص خود داره و علاقه مندای به خصوص خود داره. نمیتونیم بگویم که کی از کی بهتر است، چون هر کدام دوستداران خود داره. غزل جان از خودت تشکر بیام اجدا جان که غزل جان ببریم در مجایه که خاص ببینیم. بسم الله بخیر قدم مرش. و آل وقت یک آهنگ بعدی از یک ستاره دیگه ما رسیده. در برنامه امشب دو ستاره داریم، متین الکوزای و رضایی که دیزا بیرار خو آهنگ از خود تقدیم کرد، اما متین الکوزای بعد از یک وقت کوتاه دعوت میکنیم. حال نوبت ستاره بعدی میرسیده، ستاره‌ای که مثل رضایی آرزو داره که مقام طلایی جشنواره امسال ستاره افغان از آن خود کنه. اما رضایی و متین الکوزای یک چالش داده و گفته که من 100% سر علاقمندای آواز خود اطمینان دارم که مقام طلایی از من و کلی موترم نمی جیب چپم است. اما نتیجه برنامه تا هنوز معلوم نیست. همتان عزیز بین یک بار تماشا کنیم که متین الکوزای که در ابتدا یک دوکان موبایل فروشی داشت امروز چقدر مشهور شده. یک کلیپ کوتاه آماده نشر است و به تعقیبش آهنگ خود را تقدیمتان میکنه. میگویند شانس تنها یک بار دروازه خانه را میکوبد. متین الکوزای پسری که در هرات زندگی میکرد این موضوع را خوب میدانست. او نشان داد که به آینده خود سخت دلبسته است و می خواهد که به بلندترین قله های پیروزی دست یابد. خب متین سابق که بود مثلا همسایه می شناخت، دو تا فامیل می شناخت، پنج تا فامیل می شناخت. از روزی که رفتم مثلا به ستاره افغان همه کل دنیا تمام افغانستان آلو می شناسم و به حساب به موفقیت رسید و چیز همه مردم آلو می شناسم. وقتی که این پروسه هفتم دوره هفتم شروع شد، اون تبلیغات اولی که من داشتم میگفت به زودترین فرصت ستاره افغان شروع میشه، من به دل خودم میگفتم والله نوش جان هر کس که بتونه خود رو کامیاب کنه به این مرحله و کامیاب بشه. وقتی که من خودم استاد رامشگر به اون مرحله 24 من اعلان کرد، ایته از بس که خوشحال شدم میگم دو زانو سر استیج زدم که واقعا هیچ باورم نمیشد. آره، تنها 6 ماه پیش از امروز، 6 ماهی که در زندگی متین به اندازه 60 سال تأثیر گذار بود. متین، فرزند هرات باستان، حالا دیگر تنها در قلب خانواده خود جای ندارد، بلکه میلیون ها طرفدار جای در قلب و دل خود برای متین ساختند. حالا دست تقدیر متین الکوزای را به شب بزرگ رسانده است. شب بیات مندنی برای کسی که در 6 ماه زندگیش به آسمانهای شهرت رسیده است. متین
رضا خو مطمئن است خودت چطور؟ والله بسیار وطنان عزیز خو اطمینان دارم که برای ما رای بدادن ان شاء الله امید دارم که بخیر اول شد. خب من نمیفهم امید جان کجاست؟ امید جان؟ اینا مجده جان ما امرای ستاره ای که در رقابت اینترنتی یا آنلاین آریشن مقام اول از آن خود کرده ای گوشگر کشتیم مسیح مجید هموطنای عزیز در پهلویزی که امسال ما رقابت ستاره افغان داشتیم یک رقابت دیگه ستاره افغان به نام رقابت اینترنتی یا آنلاین آریشن بود که از طریق اینترنت هزارها جوان در برنامه ستاره افغان اشتراک کرده بودند و مسیح جان مجید ستاره است که در 5 بهترین توسط داورای ستاره افغان انتخاب شد و بعد از سیستم رای دهی که هموطنان عزیز ما از طریق اینترنت رای ارسال میکردن خوشبختانه مقام طلایی را از آن خود کرده که مسیح عزیز برای تبریک باشه و خودت به استیج بزرگ مرحله نهایی جشنواره هفتم ستاره افغان خوش آمدید میگم. تشکر رومه جان. ما هم به نوبه خود سلامای خدا به تمام ملت افغانستان، به حاضرین در تالار، به تمام بینندگان طلوع به همگی تقدیم میکنم و نوروز برشان تبریک میگم. تشکر. اتو فکر میکردی که خودت قبل از اینکه رقابت اینترنتی آغاز شود که دیت یک مرحله کلان به یو آهنگ بخونی؟ والا آرزویش داشتم و زحمت میکشم و حتما امید تصور میکردم که دمت یک مرحله برسم. آرزو داشته تلاش کرده و بالاخره به یک مقام بزرگ رسیده. همتان عزیز یک کلپ کوتاه از جریان آنلاین آدیشن یا رقابت اینترنتی آماده نشر است که با هم تماشا میکنیم و به تعقیبش مسیح مجید یک آهنگ زیبا و مقبول مثل خودش هم به شما تقدیم میکنن. به افتخارش. مسیح مجید هستم، کس که از میان هزارها اشتراک کننده در رقابت اینترنتی ستاره افغان توسط داورای محترم و رای مردم انتخاب شدم و بسیار خوشحال هستم که در مرحله نهایی قرار دارم. خیالات
خوب بود دی بله بله آواز دیدگاه ما می خوب بود من آوازش سر خوب بله بله مسیح امیال روی خط هست از اسلام آباد پاکستان ببینیم چی حرفایی داره مسیح جان خوب هستین چی احساس دارین وقتی به برنامه ستاره افغان اشتراک کردین ما بسیار احساس خوشی دارم و امیال بسیار خوش هستم و هیچ خوشی خدا بیان کردن نمیتونم بسیار خوش هستم و خودم شخصا از سن 5 سالگی با موسیقی رو آوردیم و یک شوق و علاقه خاص به موسیقی دارم و ستاره افغان یگانه وسیله شد که مرا به آرزوهایم رسوند. هر دم ترا خوانم بندم در چشمانم تبریک میگیم مقام اول برات بسیار زیاد تبریک میگیم باز هم یک کف بسیار محکم برشان بزنین دهی جوانی صدای بسیار پخته تشکر بسیار زیاد تبریک میگیم برات باز بسیار زیاد تشکر تشکر از شما بسیار زیاد تشکر تشکر از همتون خب بیننده عزیز آله یک وقفه کوتاه داریم اما جای نرین از خاطر یک هنرمند بسیار محبوب کشور ما روی استیج میآید بعد از وقفه با ما باشه دور نهایی جشنواره هفتم ستاره افغان است هم‌تنهای عزیز
آهسته آهسته نزدیک شدیم به لحظات پر از شور و هیجان که مقام طلایی جشنواره امسال ستاره افغان که با رأی خود انتخاب کردین معرفی کنیم. شاید نتیجه برنامه در جیب داورای عزیز ما باشه و یا از مهمان ویژه برنامه ما، اما حال به شما یکی از داورای عزیز برنامه ما یکی از آهنگای زیبا و مقبوله که از شروع جشنواره تا حال همگی ما اصرار میکردیم که این آهنگ چی وقت با ما اجرا میکنی، بالاخره تصمیم گرفت که در مرحله نهایی حال همو وقت رسیده. خانم وجیحه رستگار بانوی نور و نغمه، هنرمند هزاران دل عاشق، یک آهنگ مقبول تقدیمتان میکنه. یادی بوی
مسیح جان بسیار آهنگ مقبول بود. مثل همه آهنگای شما در قلب ما جای میگیرد. درست است؟ بسیار تشکر از شما. بسیار یک شعر مقبول بود. بسیار یک موسیقی مقبول. آهنگ جدید شماست؟ بله آهنگ جدید ماست. خب قبل از اینکه آهنگ براتون معرفی بکنم، یک سلام سبز نوروزی خدمت تمام هموطنان عزیز ما که چه در داخل افغانستان هستن و چه در خارج افغانستان هستن تقدیم میکنم. امیدوار هستم که سال نو سال پر از خوشی و سعادت برای همشون باشه. در قسمت آهنگ باید بگویم که آهنگ از ساخته‌های فرید رستگار است و البته آرانجش و شعرش از شاعر بسیار مطرح و جوان ما سید رضای محمدی است. و دلیل که چرا ما این آهنگ امشب اجرا کردم باید بگویم که خب ما اولا این آهنگ اهدا میکنم برای سرزمین زیبایم، برای ملت زیبای خود، بخصوص برای افغانایی که مهاجر هستن، چون ما واقعا از درد مهاجر بودن میایم، البته مهاجرت های جبری و چه بسا که آرزو دارن که امی لحظه دنمیت یک فضا باشن زیر می آسمان آبی و آفتاب گرم وطن. با او خاطر من آهنگ بر از نا اهدا میکنم. بسیار خوبش بر ما یک افتخار کلان است که هنرمند مثل شما وارد داریم که آهنگای بسیار زیبا را بر ما درست میکنن و میخوانن. تشکر بسیار زیاد و سلامت باشین. تشکر از شما. خب یک سوال دیگه پیش از اینکه برین، طرفدار کی هستین ستاره افغان؟ خب من فکر میکنم که با این سوال چندین بار ما بر ما راجع شده. البته ما داوری خود داشتیم، 12 بهترین انتخاب کردیم، بعد از او قضاوت به دست مردم بوده. خب تشکر بسیار زیاد واجدم. بفرمایید. خب امی جان کدام گفتنی داری؟ مجده جان امی لحظه پرودیوسر برنامه بر ما یک پاکت خط روان کرده. من نمی فهمم که این پاکت چی است. همه قبرم گفت که نام برنده جشنواره هفتم ستاره افغان کسی که مقام طلایی را از آن خود کرده در این پاکت خط نوشته شده. این برنده ما یکی از ستاره های بسیار خوش آواز موسیقی افغانستان ماست، همیشه زیبا و مقبول اجرا کرده. من چند نشانی را در موردش میخوانم: غزل سرا و ترانه سرای موسیقی افغانستان، هنرمندی که همیشه آهنگ های غزل و کلاسیک بسیار زیبا و مقبول اجرا کرده. فکر میکنم که نام مهمان بعدی ما بوده. دوستای عزیز، مهمان ما هنرمندی است که از کانادا به خاطر شما، به خاطر برنامه ستاره افغان به افغانستان آمده و حال شما کف بزنین هیچ کسی بوده نمیتونه بجز از استاد بزرگوار الفت آهنگ. کف بزنین و تشویقش کنین. Grande apostolica
داوتن مود پلارو دی داوتن دی توڑی آلان داوتن دی شنو مرو دی داوتن زما استاد بزرگوار بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ستاره افغان. تشکر از شما. سال نو بسیار زیاد برای شما تبریک میگم. سال نو ما با تمام مردم افغانستان خود که در گوشه و کنار است، خارج از افغانستان است، سال نو خوش، سال خوش، بهار خوش، روزگار خوش. بله، با افتخارشان. استاد عزیز، حقتان بسیار زیاد است. یک تقدیرنامه را تلویزیون طلوع و کابورا پرودکشن به شما در نظر گرفتن و پاس و احترام زحماتتان در موسیقی افغانستان، خصوصا در رشته غزل و کلاسیک. من این را براتان تقدیم میکنم از با نمایندگی از تلویزیون طلوع. براتان تبریک میگم استاد عزیز. تشکر شما از کارکنای طلوع، از همه کارکنایش یک جان تشکر. خب استاد، شما علاقمند کدام ستاره هستین امسال؟ علاقمند ستاره؟ والا ما تا حال نشنیدیم که ستاره بودیم. خب استاد عزیز، بسیار زیاد از شما تشکر و از شما خواهش میکنیم که با خانم رستگار و غزل جان یک جای تشریف ببرین. تشکر. و هموطنای عزیز، آهسته آهسته ما نزدیک شدیم به لحظات اعلان نتیجه. اعلان نتیجه پیش مجدجان است. پیش ما است و من نمی‌فهمم چی وقت باز نتیجه رو بگیم. برای بیشتر برام نگفتی، گفتی اعلان نتیجه در جیب ما است. پیش خودت بود؟ در جیب مجدجان است مگر نمیگم. میفهمین چرا؟ به خاطر که یک وقفه کوتاه داریم. روشن با دو برابر نمودن امتیازات برای برقراری هر تماسی که در جریان روزهای سال نو به دوستانتان برای تبریکی سال نو میگیرید و شما و دوستان عزیزتان سال نو را تبریک میگوید. شما میدونید جوایز ارزنده ماننده تماس رایگان روشن به روشن، تلفن موبایل، آیپاد، جنراتور، تکت رفت و برگشت به دبی و غیره در قبال این امتیازات دریافت نمایید. شماره 1212 را دایل نمایید تا سیستم فعال شود، یا به خاطر معلومات بیشتر به صفحه روشن www.roshan.af مراجعه نمایید. نوروز مبارک. خوش آمدید. دوره نهایی جشنواره هفتم ستاره افغان است. هموطنان عزیز،
بالاخره آهسته آهسته نزدیک میشیم به لحظات پر از هیجان و استراب در برنامه امشب و ستاره طلایی شما را به شما معرفی میکنیم. اما یک گپ دیگه است که در آسمان پر از ستاره های موسیقی افغانستان 7 دوره ستاره افغان 84 ستاره را هم به شما تقدیم کرده که در برنامه امشب 5 بهترین ستاره را از میانشان دعوت کردیم که به شما آهنگای جدید و کاغذ پیچ و نو و زیبا مثل خودشان تقدیمتان کنه. و در ابتدا هنرمندی که آهنگ ریحان خوانده فیاض حمید روی استیج است. ریحان زبه منزل من ریحان هر شب هر شب تا به سحر ریحان ماه محفل من ریحان ریحان سینگ اویلن من گوشنگم از باغ بلد ریحان یپراغ اینگ یزون باسم میوز کویم تاق بلد ریحان داری صبح سبز ساحل من ریحان ریحان سینگ اویلن من گوشنگم از باق بلد ریحان یفراق اینگ یزون باسم مایوز کویدم تاق بلد ریحان شکن گیسو داری کمون کمون ابرو داری شکن شکن گیسو داری کمون کمون ابرو داری با چشم خود جادو داری ریحان حل مشکل من ریحان ریحان سینگ اویلن من گوشنگم از باق بلد ریحان یفراق اینگ یزون باسم مایوز کویدم تاق بلد ریحان We'll be right back.
کشیدم درد و رنج بیشمار ای دل گرفت خاطرم از روزگار ای دل بیا با هم بریم سوی مزار ای دل که دریابیم کمی صبر و قرار ای دل بهار آمد بهار آمد بهار ای دل ولی من انتظارم انتظار ای دل و دربار علی یار جوان مردان به نالم از جدایی زار زار ای دل خوشا بر حال آن که با باغ شهر مولا گل و وطنداری کنه در خاموشی
میکنیم از بهترین ستارهای چند جشنواره و آهنگای جدید جدید کاغذ پیچ برای ما اجرا کردن که ازشان یک دنیا ما تشکری میکنیم. من میخواستم که نتیجه را اعلان کنم برای شما، اما هرچقدر اسکولم و پالیدم نیافتم. امی جان خبرداری چی شده؟ به تو معلوم میشه فقط مرا دوز گرفته باشی؟ خودت دوز نیستی اما چریت کمه به دوز میمونه. مزاق مزاق قواری ما دوز آورست. بازو هم اعلان نتیجه را کاش که کلی موتر میبود که میگرفتم. تومت تا تومت است. خیلی چطور که من برم یک بار دیگه خودت برو دسکال در خوب سعی بپال همتان های زیست و وقت داره ما یک وقفی کتا میگریم. نتیجه در جیب یکی از مهمانای ویژه و امشب مهمانای ویژه زیاد داریم، اما پیش از او که مهمان باز روی استیج بیایه یا نتیجه را اعلان کنیم، یک بار دیگه بر شما رضا رضایی باز روی استیج میایه تقدیم بکنه یک آهنگ. باشه خواهش کنم. جان رضایی پیشتر به ما گفتی من بسیار زیاد سر خود اعتماد دارم که مقام اول از آن خود میکنم. حالا اگه موتر برنده یک موتر شوی لایسنس داری تا خانه تا دشت بر چی رو موتر بری؟ قبلا نمیره گفته بودم که لایسنس دارم. بله کجاست مرا لایسنس دارم؟ من ترافیک هستم. لایسنس خانه مانده. من ترافیک هستم. مجد جان هم معاون ترافیک هست. بگو مرا لایسنس ده بتی؟ وقتی که در موتر گیر کردی باز وقت بگو. میفهمین که برنده اول موتر میگیره. دیگه اگه فکر میکنین برنده میشین باز ما را یکان چکر میبرین امرایتان در موتر. چشم چرا نمه. هر عزیزی که با ما باشه انشالله چکر چی که هزاران چکر برش میتون. حال همه تو میگی.
چی فکر کردی رضا جان؟ رضایی متین الگوزای باز بعد از این آهنگ در خواندی دیدی چی میگفت؟ ترسیده بود از اینکه گفتی من مقام اول میگیرم یا نوزم سر خود بسیار باور داره؟ من نفهمم مرا برای وقت چیزی نگفتن است. تشکر بسیار زیاد از خودت رضایی. تشکر از خودت مومن جان. تشکر. و حال نوبت یک مهمان ویژه ما رسیده هموطنهای عزیز. آیا دوست دارین باز هم فریاد کسی را بشنوین؟ دوست دارین؟ من میفهمم که فریاد کسی نمیشنوین، اما صدای یک هنرمند عزیز ما که از کانادا به افغانستان آمده فقط به خاطر شما و شما هنرمند میخوانه که آهنگی یک آهنگ خوانده بود میگه تو که موری نمود خانم بیا کف بذارین که فردین فریاد رو استیج میایه. ای ام وطن، ای تامتن، ای شیرتن، ای جانتن. پر از محبت خدا برای تمام حاضرین که امشب در تالار امشب تشریف دارن عرض میکنم، برای مستفیدا، برای بسیار عزیزایی که در اینجا تشریف دارن و از طریق این پروگرام، برای اما بیننده های تلویزیون طلوع و به خصوص برای علاقمندای پروگرام ستاره افغان، با افتخار ستاره افغان یک چکچک گرم. فریاد عزیز از خودت بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را قبول کردی، با آهنگ هموطن وطن دوستی تا برای ما نشان دادی و از خودت خواهش میکنیم که تشریف رو بگیدم و جایه کرد گل واره بیشی فردین عزیز. بیننده عزیز، مهمان ها زیاد است مثل که گفتیم قبلی، آله یک وقفه کوتاه است اما جای نرین، از خاطر یک هنرمند بسیار بسیار خوش آواز روی استیج میه.
دور نهایی جشنواره هفتم ستاره افغان است. اینجا جشن ترانه و ترنم ستاره های افغان است. در برنامه امشب چون مرحله نهایی ما، صدای طلایی جشنواره هفتم ستاره افغان با اعتماد و رأی شما میلیون ها هموطنه که عاشقانه ستاره های مورد علاقتان حمایت کردین و رأی ارسال کردین اعلان میکنیم و حال به عاشقانگی نغمه های گیتار، به دلنوازی نغمه های گیتار وعده میکنم که قاسم رامشگر هنرمند عزیز و محبوب ما یک آهنگ زیبا و مقبول اجرا میکنه و ازش کیف میبرین. با عاشقانگی نغمه های گیتار و با دلنوازی نغمه های گیتار که رامشگر صاحب چی خوب زیبا نواختین و تشکر می جان. در قدم اول ما تشریف آوری شما دوستان میمونه عزیز مجده جان و دوستایی که از خارج آمدن، استاد الفتاهنگ، فردین جان و غزل جان و دوستای دیگر و همچنان سال نو برای همتون تبریک میگم. بسیار زیاد تشکر رامشگر صاحب. وقتی که شما 12 بهترین ستاره را انتخاب کردین، به تو فکر میکردین که متین الکوزای و رضای رضایی بالاخره سرنوشتشان به مرحله نهایی برسه؟ در قسمت متین الکوزای من فکر میکنم امی که در خوششانسی پس آمد بسیار برزی فایده کرد و ای پیش آمد و من فکر نمیکردم که متین قدر پیش آمده بتانه. من رضا را فکر میکردم که
تشکر استاد عزیز. تشکر. تشکر استاد. خب فکر میکنم که رضا جان دو آهنگ خوانده و متین جان هنوز آهنگ نه یک آهنگ خوانده. متین یک آهنگ خوانده یا دو آهنگ؟ به نظر من یک آهنگ خوانده. بیاین که دعوتش کنیم روی استیج برای یک آهنگ. قبول دارین دوستان عزیز؟ اعلان به شما متین الکوزای آهنگ دوم خود اجرا میکنه. دختر همسایه ما از دور نگاه میکنه، دختر همسایه ما چشم پرسیا میکنه، برو بیا میکنه، مرا صدا میکنه، به من میگه بیا که دوست دارم، باورم نمیشه نمیشه، باورم نمیشه، باورم نمیشه نمیشه، باورم نمیشه. حالا دختر تو را مایم چی میگی؟ چربم قوم و خیش تو نمیگی؟ ما که با قوم و خیش تو با گفتا تو را با من میدن تو چی میگی؟ تو را با من میدن تو چی میگی؟ دختر همسایه ما از دور نگاه میکنه، دختر همسایه ما چشم پرسیا میکنه، برو بیا میکنه، مرا صدا میکنه، با من میگه بیا که دوست همیشه از قرار دختر همسایه میخوانی، عاشق دختر همسایه شدی؟ نه دختر همسایه نه، این فقط بر شعره، دختر همسایه نه کدام گفت هست. مجدا جان چند دفعه است که به دختر همسایه میخوانه، میگه دختر همسایه ما چشم خود سیاه میکنه، من دختر همسایه چشم سفید هم هست. چطور؟ فقط به شعره، دختر همسایه فیلان وجود نداره. متین الکوزای گپای رضا رضایی رو در مورد خود شنیدی یا نه؟ نه نشد. رضای رضایی گفت متین الکوزای بگو که موتورسیکلت سوار شو اید دیگه پشت تامسای نکو طرف ایراد برو. ایره از مردم میپرسیم آیا صحیح موتورسیکل سوار شو؟ چی فکر میکنی خودت؟ امیت که من تشویق دوستان میبینم انشاءالله بخیر، حتما مقام اول از ماست. رضای رضایی یک گپ زد گفت که من با یک عقیده هستم که تا دیروز 99.9% اطمینان داشتم که مقام طلایی از ماست و امروز 95 گفت. نه نه حالا خوب شد قاضی صاحب. گفتی بار 100% اطمینان پیدا کردیم. متین جان شما هیچ کدام گفتنی ندارین درباره از این که یعنی او 100% مطمئن است؟ خودت تا حالا این گفت نداری؟ اگه او 100% من 1000% مطمئن. رقابت بسیار جدی شده، منتظر لحظات پر از هیجان باشین. متین تشکر از خودت. تشکر از آن سید. زنده باشین. زنده باشین. خب بیننده عزیز، آله نوبت یک وقفه دگام است. فکر میکنم وقتی که نوبت وقفه است منتظر باشین که به تعقیب ای وقفه ما یکی از مهمانای عزیز دیگه ما که ای هم از دور دست ها به افغانستان تشریف به خاطر ستاره افغان آمدن روی استیج دعوتش میکنیم. خوش آمدین بیننده عزیز دور نهایی. و امی جان پیشتر گفتین که مهمانای ما کلشان از رای دور آمدن، اما من یک چیز متوجه شدم که کلشان یا زیادشان از طرف کانادا آمدن. زیادشان نه، بلکه کل مهمانای ما از کانادا به افغانستان آمدن. ناگفتن منه که مجد جانم از کانادا به افغانستان آمدن. بیخواه آمد به این خاطر یک ذره خستم حالا میشه مجد. همتان های عزیز
آل باز هم نوبت مهمان بعدی ما رسیده. مهمان این مهمان ما یکی از آوازخوانای جوان و خوش سلیقه و خوش ذوق و خوش آواز ماست که در این سن جوانی میفهمین کدام آهنگا را میخونه؟ به سبک غزل و کلاسیک آهنگای زیبا و مقبول آهنگ اجرا میکنه. چند یک ساعت پیش اگر به یاد داشته باشین که استادشان که پدرشان هم است روی استیج بودن و آهنگ براتان اجرا کردن، با استاد بزرگوار معرفی شدیم. این بار با پسرشان که یکی از افتخار آفرینای موسیقی افغانستان عزیز ما هستن، قیس الفت روی استیج است، براتان آواز میخونه و تشویقش کنین. برنامه ستاره افغان و برای ما افتخار است که یک هنرمند جوان مثل شما واره غزلای بسیار تشکر لطف شماست. ما بسیار امروز احساس خوشی میکنم که در مملکت خود هستم، در یک تالار هستم که البته ایجا اول هنرمندای بزرگ هم هستن و ستاره هایی که نو میدرخشیدن. دیگه ما خوش هستم که در حال باشم و تشکر از شما و از تلویزیون تلوک ما را میمان کردیم.
آمده می جوام. از شما بسیار زیاد تشکر. من نتیجه را اعلان میکنم. قیس عزیز شما تشریف آورین در جایتان. تشکر از شما و از شما. تشکر از شما قیس جان. هموطنان عزیز، برنده مقام طلایی جشنواره هفتم ستاره افغانه شاید استاد آرمان اعلان کنه. آلا کف بزنین که روی استیج میایه. استاد عزیز، یک شب بهار چی یک آهنگ زیبایی را اجرا کردین. سال نوتان مبارک استاد جان. شکر همچنان بر شما و پرام تمام دوستا تبریک میگم. سال نو یک سال خوش و خوب، آرامی و خوبی. استاد عزیز بسیار زیاد از خودتان تشکر. سال نوتان مبارک. و از شما هم خواهش میکنیم که با مهمانای ویژه برنامه ما در مجایه که خواستتان کن رو برم که نفتم. استاد از کدام رو برین؟ از رای دول میرین استاد یا از رای سرنه ای؟ بفرمایین استاد. تشکر. برنده عزیز، حالا یک وقفه کوتاه داریم اما زود پس برمیگردیم. جای نریم. اینال شما کف بزنین که مژده نازنین براتون آهنگ اجرا میکنه.
آهنگ زیبا و مقبول تشکر از همکار نازنین و مجدجان جمالزاده که خوب درخشید و حال وقت اعلان نتیجه انتظارش کشیدیم. یک دنگ میگی که نتیجه است اما نتیجه درک نداره. اما نتیجه درک نداره. کلش از گیر خودت است. هموطنان عزیز، قبل از اعلان نتیجه برنامه امشب، آخرین مهمان برنامه ما که علمدار موسیقی دیروز امروز و فردای افغانستان عزیز ماست، من نامش نمیگیرم، اول به یک وقفه کوتاه میریم و بعد از او در موردش صحبت میکنم و روی استیج دعوتش میکنیم. تشکر، 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 تشکر. قربان دستتان، قربان دستتان، تشکر. ما تقریبا 12 کانتینر سلام برای حاضرین در تالار تقدیم میکنم و تقریبا کم از کم 125 بوجی سلام او برای زینمی میمانه بسیار ورزیده برای زیاد تقدیم میکنیم و سال نو، بهار نو، فصل نو برای تمام مردم افغانستان که در داخل افغانستان هستن یا خارج افغانستان هستیم تقدیم میکنم. و ما هم به نوبه خود سال نو به تمام هموطنان عزیز خود چی در اینجا شدن چی در خانه خود برشان تقدیم میکنم و بعد از اون میگم که ما و ابراهیم عابد مثل عزیز شدیم مثل ماشین فوتوکاپی. باید ما هر چیز ببینیم در چشم و پرنتش کنیم از دان و برای شما چیزایی را که ما تا بالا دیدیم و فوتوکاپی کردیم یه حال دیگه برتان پیش میکنیم یک تا چیزی را که ما با چشم دیدیم حالا بدن پرند میکنیم اشکو الماس فرعی را میشناسی و با قواره و تیپ و تاپش با کلش اشناس یعنی الماس فرعی را یک دفعه کدیش امید مصاحبه کرد گفت سه کو بچه چرایی تو میکنی و اسمس نداری گفت ای ما را 40 میلیون مردم افغانستان قبول کرده 40 میلیون نفوس از 33 میلیون ما گفتمش ای الماس ما خود تقریبا 24 میلیون نفوس داریم 16 میلیون دیگه از کجا شد گفت سیکو دا دریا مایا مرا قبول کرده دا دیره مرده مرا قبول کرده دا وا مرغا مرا قبول کرده ما گفتم کدام پرنده بسیار زیاد قبول کرده گفت دا ما گفتم چرا گفت دا مرا گفت آواز ما تو 11 و 12 فاره امی الماس فرایی اگه متوجه شده باشه روی ستیج نستاب میشه در این آهنگ خواندن این تو نستاب میشه این رقمی خواندن بکنه این رقمی اگه مو ساد یکان نفر دروغ هم بگه این میده باید فقط بگیده دویشی ساد شده باشه خب بهار مانده گپیش بهار خونه هم میشه شنیدی یک گپ مانده الماس خون مانده بگو گفت ما روزی که دسته بهترین الماس فرای اعلان شد که مقام سوم الماس فرای گرفته گفت ما میفهم تمام مردم افغانستان از برآمدن ما تکان خورد کل تکان خورد ما گفتم ما بدر کی تکان خورده گفت اون یک نفر گفتم تکان نخورد ولی برق گرفته بابا بهار متین بهار متین پس متین میم باز بهار گفتم چرا یه قدر لاغر هستی؟ گفت والا عبد جان چی بگویم بهت گرده ما سنگ داره ما گفتم چورت تا خراب نکو یک موتر خشت هم روان میکنیم اموجا یک اتاق جور میکنیم جگر تا با کرابه تش از بهار عبد جان گفت در وقت تمرین ما دیگه تقریبا اون دم رو برو ششتیم اینا اینجا کل ستاره تمرین میکنه مگدون از چپسکای پاکتکی گرفتیم مرش داره دیگه طرف از اینا بسیار بهم شوق میخورم اینا تمرین که داره از دان باری تا میره امید نظامی ده گفتن تو نامت امید تخلصت نظامی باز خودت هیچ سلا نداری بسیار تنا دادن کمبخت سلا را اجازه شه نداره اون روز یک تا غولک خریده در گردن هم دادن فیاض امید میمان برنامه ما از فکر من فیاض امید هم یک کلپا که شکل دیده باش یعنی ای تو دمو اول سر دمو کلپا که آهنگ میخوانم اکسیجن میگیره هیدروژن اعلام میده اکسیجن میگیره هیدروژن اعلام میده بعض رفتم پیش شهروال کابل گفتم شهروال سی بگفته اینه می فیاض امید بخه
بعدل قن کلی میگرد خاک کلی شکش میکنه کلی شکش میکنه خشت اعلام میده کلی شکش میکنه خشت اعلام میده دایمان آخرین گفتم سر قنفرا گفتیم دل از اینام نمانه به او خاطر دل بچه ها نمانه که یک چیز گفتنی دارم بگو خوب ستاره خود تشویق میکنه نافرینتان مثلا ماتین کسایی که دوست دارم ماتین ماتین کسایی که رضا رضایی رو دوست داره رضایی رضایی چیغ میزنن اما او کم وقت در اینجا می زحمت کرده خوانده رو باز شما وقت چک چک چشمایتان طرف دخترا فواد خوش نصیب یک دانه است داره متوجه شد یعنی دوم به زورم بریده فروخته با فکر ما یست پیش گم شده بود خب باغ بالا هم رفت نبود و باغ بابور هم رفت نبود بالاخره باغ واش هم رفت نبود احمد پارک وزیر اکبر خان که اگه عاشق و یک معشوق شیشته عاشق هم خب میفهمی که کی است او معشوق هم میفهمی که کی است ای تو نمیگم که مجده جمال زاده است عاشق مستم و معشوقه مجده جمال زاده است همین تو برای سیل دارم سیل دارم ما گفتم ای مجده گفت ما گفتم در چشمت کلی جهان هم میبینم یک دفعه اوجه فواد صدا کرد ای تو خدا بی بی کس بمده کجا هستی تشکر دوست عزیز شما میدارین از این برنامه لذت برای خدا حافظتان دور نهایی جشنواره هفتم ستاره افغان از هموطنان عزیز فقط تا چند دقیقه محدود به لحظات پر از هیجان و استراب مرحله نهایی جشنواره امسال ستاره افغان به خیر میرسیم و صدای طلایی جشنواره امسال ستاره افغان که شما هموطنان عزیز ما با رأی و اعتماد خود انتخابش کردین اعلان میکنیم اما قبل از او قسمی که پیش از وقفه وعده کرده بودیم یکی از چهره های سرشناس و محبوب موسیقی افغانستان هنرمندی که به خاطر زنده نگه داشتن موسیقی محلی و فولکلور افغانستان بسیار زیاد زحمت کشیده وحید قاسمی وارث برحق سالار موسیقی استاد قاسم افغان است که نام او با موسیقی و استقلال افغانستان پیوند برازنده دارد. خانواده قاسمی خانواده سرحلقه های موسیقی ما بود و وحید قاسمی در کنار این که از این کانون طلایی نور و نیرو گرفت از شمار طلایه هایی است که موسیقی شرقی و غربی را در افغانستان با هم آشتی داد و تار و گیتار را با هم بکار آورد. وحید قاسمی اگر غزل خواند، عطر یک عمر تلاش موسیقی خرابات را در نفس داشت و اگر در زمینه موسیقی مدرن کار کرد، هم نفس زمان ما شد و راه را برای پیشرفت موسیقی ما باز کرد. چشم هایم قفل های بستن. وحید قاسمی با روح بیقرار به جستجوی موسیقی مردمی ما شهر به شهر سفر کرد و با بازسازی استثنایی موسیقی گوشه های گوناگون سرزمین ما بخش مهمی از هویت هنری ما را از فراموشی بیرون آورد. وحید قاسمی هم از مولانای بزرگ عارفانه خواند و هم از ترانه سازان امروزین عاشقانه و آهنگ زمانه. وحید قاسمی یک لحظه از کار و پیکار کنار نرفته است. گاه آواز خوانده است، گاهی برای دیگران آهنگ ساخته است، زمان ترانه ها و آهنگ های کودکانه را گرد آوری و تنظیم کرده است و زمان هم با شور و شکیبایی و پژوهش در زمینه موسیقی محلی و مردمی ما پرداخته است. وحید قاسمی هم سلطان اورنگ غزل است و هم درویش کوچه های موسیقی مردمی ما. وحید قاسمی را پاس داریم که سرمایه ملی ماست و هنرش بخش زنده از دیروز و امروز
و فردای ما را ساخته است و خواهد ساخت. سال بود که روی این استیج بزرگ انتظار شما را میکشیدیم و بالاخره انتظار ما به پایان رسید. بسیار خوشحال هستیم که شما مهمان ما و مهمان خانه میلیون ها هموطن و علاقمند ستاره افغان هستین. تشکر امید جان گل، مشتا جان، خوشحال هستم شما را میبینم. خب در نخست بحث سال نو مبارک باد میگم برای همه هموطنان عزیز ما. سال نو برای شما بسیار زیاد مبارک. تشکر، زنده باشین. با شما همچنان
خب باید ما یادآور شوم فعالیت های چشمگی رو موفقانه روزافزون تلویزیون طلوع با مدیریت بسیار بسیار خوبه که در زمینه رشد موسیقی، در آگاهی سیاسی مردم، در عرصه ادبیات و در زمینه های گوناگون اصلاح تلویزیون موفق بودن. بسیار زیاد تشکر و قاسمی صاحب با میلیون ها هموطن ما با دلهای بیقرار انتظار میکشیم که شما نتیجه برنامه که پیشتان است همون دیگه انتظار ما رو به پایان برسانین. خب بکشم از جیبم. اختیار دارین. آماده هستین همگیتان؟ نایفم مشتاق جان یا شما یا نه استاد شما فکر میکنم که شما نتیجه رو بگوین بهتر است. نه خوب است که نتیجه رو شما بگوین. اومه جان چی کنیم؟ اومه جان خیلی من نمیفهمم قاسمی سه مشترکن بسیار زیاد مشکل هم است. یک دقیقه واره مشتاق جان بیا خیر سیما این نتیجه رو باز میکنیم. اردو ستاره ما رو اول روی استیج دعوت کنین. اردو ستاره ما را بدون از اون ما نمیتونیم نتیجه را باز کنیم. اردو ستاره ما رو استیج میایه به افتخارشان دیگه کف بزنیم کف جانانه. خب گپی است که اگر ما امی لحظه ای پاکت خط آواز کنم شاید که متین الکوزیان پیشکی بینه و رضای رضاییان یک کار میکنم. نام متین نوشته است؟ نام متین نوشته است؟ آیا در ای پاکت خط نام بیراری از مو رضای رضایی است؟ در ای پاکت نوشته شده که نتیجه برنامه امشب ستاره افغان بعد از یک وقفه کوتاه اعلام کنم. خوش آمدین. لحظات هیجانی است و امید جان را گفتم که این دفعه باید نتیجه را بگویه. گپ تو را خو هیچ وقت به زمین انداخته نمیتونیم مجده عزیز. واقعا که وقت اعلان نتیجه رسیده. ستاره افغان امسال با 10,000 اشتراک کننده سفر خود آغاز کرد که بالاخره از مرحله 12 بهترین با رأی و اعتماد میلیون ها هموطنه که عاشقانه و با هیجان ستاره افغان تماشا میکردن. صدای زیبای متین الکوزای و رضای رضایی تا حد به دلهایشان چنگ زده که با رأی خود به مرحله نهایی رسانده. اما شما میلیون ها هموطنه که در خارج از افغانستان، ممالک آسیای میانه، استرالیا، اروپا و امریکا ستاره افغان تماشا میکنین، آیا برنده امسال کیست؟ مقام طلایی جشنواره هفتم ستاره افغان کی از آن خود کده؟ هموطنای عزیز، آیا شما طرفدار موسیقی محلی هرات باستان هستین یا دنبوره؟ برنده مقام طلایی جشنواره هفتم ستاره افغان
بیراری از مورزای رضایی طلایی جشنواره امسال ستاره افغان و بیراری از مورزای رضایی و میلیون ها نخمندش تبریک میگیم. این لحظه بیاد ماندنی برنامه توسط روشن به شما تقدیم شد. مقام دوم، مقام نقره‌ای رو برای خودت تبریک میگیم متین جان الکوزایی. برای من هیچ مشکل نداره، من واقعا تشکر میکنم، تشکر از تلویزیون طلوع که ما را تو به اینجا رسوند. از طریق تلویزیون مردم ما را میشناسه، برای ما احترام میگذارن. واقعا تشکر از تلویزیون تورو، تشکر از خود شما، تشکر از داورای عزیز که ما را انتخاب کردن تا این مرحله رسیدیم و هیچ فرق نمیکنه. من واقعا تشکر میکنم از تمام مردم، از تمام مردم که رای دادن. زنده باشین. تشکر. دوستای عزیز، جشنواره هفتم ستاره افغان و ستاره طلایی شما و رای و اعتماد شما، شما دنبوره را و رضای رضایی را مقام طلایی را دادین. تمام تصمیم از شما همتانای عزیز ما بوده و حال از همکارم زحل جان خواهش میکنم که تندیس پیروزی مقام دوم جشنواره امسال ستاره افغان. تشکر زحل نازنین از خودت و از استاد بزرگوار خواهش میکنیم که از استاد الفت آهنگ این تندیس پیروزی را برای ستاره مقام دوم ما برای متین جان الکوزایی تقدیم کنند. متین عزیز برای تبریک باشه. بله، از استاد وید قاسمی خواهش میکنیم که یه اوارد برای برنده بتن. مقام اول تندیس پیروزی خود میگیره. رضایی رضایی برای تبریک میگم، تندیس پیروزی چی یک مقبول است و نمود تان لیت رضا. تشکر و سپاس. این تندیس برای ما بسیار اهمیت خاص داره، بسیار اهمیت داره. ما به خاطر این تندیس سالها زحمت کشیدیم تا این تندیس از صمیم قلب به دست آوردیم. و حال از آقای سیر مسئول کمپانی مخابراتی روشن خواهش میکنیم که روی استیج بیان و با رضای رضایی چند گفتنی که با ما و با علاقمندهای ستاره افغان دارن برای ما بگن. سیر جان خوش آمدین. شام بخیر و شام خوش. من خوشحال هستم که به نمایندگی از روشن امروز اینجا در میان ستاره های درخشان و با استعداد قرار دارم. این سال هفتم است که روشن برنامه ستاره افغان را تمویل می کند. حضور ما در این برنامه به تعهدات روشن که استعدادهای افغان را حمایه، نمایش و رشد می دهد ارتباط دارد. به نمایندگی از روشن، ما از تلویزیون طلوع به خاطر راه اندازی این برنامه که در استعدادهای افغان را برجسته می سازد تشکر می نماییم. ما همچنان از تمام جوانان هنرمند که در تمام این مسابقه اشتراک نموده و توانمندی های هنری خیش را با میلیون ها انسان در افغانستان و اطراف جهان در میان گذاشته اند تشکر می کنیم. ما می بینیم روشن و ستاره افغان برای ما مانند راهی است که فرهنگ های غنی و گوناگون کشور را با یک دیگر شریک بسازیم و آن را رشد بدهیم. این نمایش وسیله است در یک جاسازی افغانها از تمام پسمنظرهای مختلف به خاطر علاقه شدیدشان به موسیقی یک دیگر کشور و سراسر جهان. امسال روشن خرسند است که حمایه ما را از این ستاره ها در عرصه های تمویل یک بازی در فیسبوک، ارتباط روشن برای تماشاچیان که به گمانشان ستاره آینده افغان کی خواهد بود وجود براورد. اگر شما در گذشته قضاوت خود را در مورد ستاره ها انجام نداده اید،
هنوز یاد دیر نشده است. ما این دو بهترین، رضا رضایی و متین الکوزای را به خاطر دستاورد بزرگشان در رسیدن به مقام‌های نهایی تبریک می‌گوییم. ما با این هر دو آرزوهای نیک را تمنا داریم. ما با آینده می‌نگریم و آرزومندیم تا ایشان همیشه بدرخشند و کشور ما را از طریق صدای مقبولشان با هم یک جا بسازند. نزدیک شدن. تشکر. البته کمپانی روشن یک توفیه را برای مقام اول و یا آقای رضایی در نظر گرفتن که من ایره میخواستم به دست خود برشان بفرمایم. تشکر میکنیم از سیر جان، سخنگوی کمپانی مخابراتی روشن، و حال از خالام غوث نیکبین دعوت میکنیم که مسئول کمپانی انرژی درینک بیگ بیر که رو استیج بیان و توفیه را که به مقام طلایی جشنواره امسال ستاره افغان که یک مدرک 0 کیلومتر از در نظر گرفتن برشان تقدیم کنند. شما را خوش آمدید میگم. زنده باشین. در نخست عرض ادب و سلام دارم خدمت داورای عزیز، مهمانان عالی قدر، حاضرین محترم در تالار، مهمانان داخلی و خارجی و بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و ستاره های افغان و خود امیدجان نظامی و مجدجان جمالزاده تقدیم میکنم. اجازه بدین به نمایندگی از کمپانی انرژی درینک بیگ بیر بهترین تمنیات و تبریکات خود به مناسبت سال روز سال 1391 هجری خورشیدی خدمت تمام هموطنان عزیز خود چی در داخل هستند و چی در خارج از کشور هستند تقدیم کنم. قسمی که دوستان عزیز اطلاع دارن، کمپانی انرژی درینک بیگ بیر یکی از اسپانسرهای اصلی برنامه ستاره افغان است و خود انرژی درینک بیگ بیر مسئولی از کشور جرمنی و در حال که حلال است با نوش جان کردن یک قوطی از انرژی درینک بیگ بیر نشاط، قدرت و انرژی واقعی را احساس خواهد کردین. دوستای عزیز، هیئت رهبری کمپانی انرژی درینک افتخار دارد تا با تشویق و همکاری و حمایت خود جوانای عزیز ما را تحت پوشش قرار بده که این کمک‌ها و این حمایت‌ها شامل راه اندازی مسابقات ورزشی است، ایجاد تیم‌های ورزشی است و همچنین در عرصه فرهنگی مخصوص بخش موسیقی است. و در نمی‌خوام زیاد پرحرفی کنم، کمپانی انرژی درینک بیگ بیر برای طبق وعده و قولی که کرده بود برای مقام اول ستاره افغان یک راد موتر تویوتای کرولای 0 کیلومتر مدل 2010 را در نظر گرفته، مطابق با وعده او را ما میخواییم برشان تقدیم کنیم. و از همکار عزیز خود جاوید جان خواهش میکنم تا کلیه که تهیه شده و برای قهرمان یا برای فاینالیست دوره هفتم ستاره افغان تقدیم کنن. و همتان عزیز، یک جایزه بزرگ دیگه هم باقی مانده و حال از سید هادی، مسئول مارکتینگ کمپانی سوپرکولا، خواهش میکنیم که روی استیج بین و یک چک مبلغ $10,000 را به ستاره مقام طلایی ما تقدیم کنن. رضا میرار، تبریکت باشه. سوپرکولا، تشکر. زنده باشین. و حال از توریالای جان، مسئول کمپانی موتورسیکلت استقلال، خواهش میکنیم که جایزه را که به ستاره مقام سوم ما یعنی الماس جان فرایی در نظر گرفتن روی استیج بیان و این تحفه را برای الماس ما تقدیم کنند. تبریک باشه. به افتخار الماس هم یک کف بزنین. و حال از علی جان، مسئول کمپانی موبایل مایکروماکس، خواهش میکنیم که روی استیج بین و توفیه را که به ستاره ها در نظر گرفتن تقدیمشان کنن. تبریک باشه. موبایل رضای رضایی، همیشه میگم همراه دوستایت گپ بزن و
و حال از دکتر صاحب وحید مسئول کمپانی خراسان غزل خواهش میکنیم که چند تحفه که به ستاره های افغان در نظر گرفتن تقدیمشان کنند. تشکر دکتر صاحب. و حال از سید مسعود هاشمی مسئول کمپانی پامیر سکلت خواهش میکنیم که روی استیج بین و تحایف را که به تحفه را که یک پای موترسکل به ستاره مقام دوم یعنی متین جان الکوزایز برش تقدیم کنیم. خوش آمدین. و حال از مصطفی جان خواهش میکنیم مسئول شبخانه افغان سوئیس که ستاره های افغان ستاره مقام اول دوم و سوم به مدت یک سال بیمه صحی کردن خواهش میکنیم که روی استیج بین. مصطفی عزیز خوش آمدید. تشکر. و همچنان برای مقام دوم ستاره افغان برای متین جان هم یک ساله بیمه صحی در نظر گرفته شده که برشان تبریک میگم. و حال از محمد هارون حیدری مسئول کمپانی هوم دیپو خواهش مند استیم که تحفه که یک سیت فرنیچر به ستاره مقام اول است تقدیمشان کنند. و همچنان اینستیتوت مشعل و ستاره های مقام اول دوم و سوم یک سال بورس تحصیلی تحفه داده که براتان موفقیت آرزو میکنیم برون درس بخونین و جای خوب شوین. و همچنان شفاخانه جلدی پایتخت ستاره های مقام اول دوم و سوم سه ماه بیمه صحی کرده که ازشان تشکر میکنم. خدا نکنه که ستاره ما مریض شون. و حال از محمد کاظم خواهش مند هستیم که روی استیج بیاید. برنده تلویزیونی که مبلغ 400 هزار افغانی ارزش داره، یک تلویزیون توشیباس. کاظم جان تبریک باشه. کاظم جان حتما بسیار زیاد رای ارسال کردی. و حال از نماینده شرکت راستین لیمیتد خواهش مند هستیم که روی استیج بیاین و تحفه کاظم جان را برشان تقدیم کنند. تلویزیون طلوع و کابرا پرودکشن به فرید رستگار میوزیک دایرکتر موفق برنامه ستاره افغان یک سرتیفیکیت یک تقدیرنامه را در نظر گرفته که از رستگار صاحب خواهش مند هستیم که روی استیج بیاین و این تقدیرنامه خود رستگار صاحب بسیار زیاد خوشحال هستیم و تشکر به نمایندگی از کابرا پرودکشن تلویزیون طلوع این تقدیرنامه را معبرتان تقدیم میکنم. تبریکتان باشه و همتان عزیز بسیار زیاد تشکر. همتان عزیز بالاخره رسیدیم به لحظات پایانی جشنواره امسال ستاره افغان. یک دنیا تشکر از کمپانی مخابراتی روشن، از شرکت انرژی درینک بیگ بیر، از مغازه مود و فیشن امپریال اکسکلوسیف که لباس ستاره های افغان اسپانسر کرده بودند، از رستوران گلستان قرغه که تیم ستاره افغان دعوت کردند، یک تشکری خاص از دکتر سمیع حامد، از داورای عزیز ما، از مهمانای ویژه ما که برنامه ما را واقعا رنگین ساختند. تا سال آینده، تا جشنواره آینده، خانه هایتان از نغمه و ترانه سرشار. رفتیم تا دیدار. چراغان کردم میای قد شمشاد را کچ کچ خرامان کردم میای به شام کوکولت مهتاب پنهان کردم میای به شام کوکولت مهتاب پنهان کردم میای عزیزم نمیدانم ز بلخی یا ز پامیر دل از تو کشف سیر دل از تو کشف سیر دل از تو کشف در یک سو همه حسن و جمالت یک طرف زلف تو در یک سو ز شیرینی دهانت یک طرف زلف تو در یک سو ز سر تا پا وصالت یک طرف زلف تو در یک سو عزیزم
میدانم ز غزنی یا کجابی بوتا شاخ نباتی بوتا شاخ نباتی بوتا شاخ نباتی بوتا شاخ نباتی اگر تو سفه گل پیشا برم روی تو میرنجد اگر من را پسند بزنم روی تو میرنجد اگر عاشق بخوانم پیش را روی تو میرنجد عزیزم بگو از بسود و یا با میانه بوتا جورا نداری بوتا جورا نداری بوتا جورا نداری بوتا جورا نداری